بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه اما عزیزان تو این جلسه میخوایم بریم با هم سراغ یکی از بهترین ابزارهایی که فوتوشاپ در اختیار ما قرار میده و اون ابزار چیزی نیست جز ابزار پن و ابزار کمکی که ما در این بخش برای ابزار پن و سایر چیزهایی که با پف کار میکنن اصطلاحاً داریم عزیزان این ابزار اول چیکار میکنه همین قبل بگم عزیزان این ابزار ابزار خیلی فوق که ما در نرم افزار فتوشاپ که یک نرم افزار پیکسلی یا اصلا رستر هست بتونیم کار خودمون رو پیش ببریم اگر خاطرتون باشه من قبلا توی جلسات قبلی یک اشاره به عبارت رستر کردم به نظرم الان زمان خیلی خوبیه که شما یک سرچی داشته باشید تفاوت رستر و وکتور رو که بتونید این قضیه رو خیلی بهتر هندل بکنید مثلا یکی از سوالاتی که خیلی ها میپرسن اینه که نرم افزار فتوشاپ رو یاد بگیریم یا الستریتور رو دقیقا نکته ای که در نرم افزار الستریتور و نرم افزار فتوشاپ وجود داره همین وکتور بیس بودن یا اصطلاحا رستر, پیکس... رستر, بیس که حالا اشتباه پیکسل بیس بودن هست به خاطر همین به نظرم شما اگر یک سرچی در مورد این امارت تفاوت رستر و تفاوت وکتور داشته باشید خیلی میتونه عالی و خوب باشه اما میخوایم ببینیم که با هم این ابزار چیکار میکنه اینطوری خیلی به نظرم بهتره که بریم سراغ این که کارایی این ابزار رو ببینیم تا بتونیم به سادگی هرچی تمامتر با این ابزار کار بکنیم خب ما وقتی که این ابزار رو فعال بکنیم چند ثانیه روش میکنم اولین ابزار رو شما فعال بکنید تا در نهایت بقیه ابزارها به کارتون بیاد اولین ابزار پنتول ما با استفاده از پنتول میتونیم که پنتول میتونیم که در واقع یک چیزی رو رسم بکنیم به عنوان مثال مثلا من اینجا یک کلیک میکنم یک کلیک دیگه یک کلیک دیگه یک کلیک دیگه حالا این بار کلیک کردم رها نکردم موسم رو میارم بالاتر تا, تا دو تا چکش برای من اینجا ظاهر بشه و در نهایت اگر خواستم ابتدا رو به انتها وصل میکنم و در نهایت یک شکلی برای ما درست شده عزیزان خب ما با استفاده از این شکل میتونیم چیکار بکنیم اینجا سه تا گزینه برای ما ظاهر میشه عزیزان به عنوان مثال شما میخواین که دور جسمتون رو خب به عنوان مثال مثلا یک عکسی دارید که میخواین دور و سوجتون رو به دقت خیلی خیلی بالایی انتخاب بکنید با استفاده از این ابزار میتونید این کار رو انجام بدید حالا باز هزار جلوتر کار بکنیم متوجهش میشید میتونید که وقتی که این کار رو انجام دادید این سلکت رو انجام دادید این اصطلاحا با استفاده از ابزار پن اومدید اون محدوده ای که میخواین رو انتخاب کردید میتونید بیان در این بخش در خود بخش پنتول روی مک سلکشن بزنید و اگر خواستید که در واقع فدر داشته باشید میتونید اینجا بهش برید اپریشنش مثلا میتونید نیو سلکشن باشه اد تو سلیکشن باشه اگر مثلا سلکشن توی تصویر قبلا انتخاب کرده باشید چطور مثلا من اینجا میام یه چیزی رسم میکنم با استفاده از ابزار پنتول راست کلیک میکنم البته راست کلیک اینجا نمیخواد رو بخش سلکشن وقتی بزنم اینجا میگه که شما میخوای سلکشنت به چه حالتی باشه دقیقاً همون حالتایی که ما قبلا در این بخش بالایی داشتیم که از شکلاش میتونید متوجه بشید که به چه شکل هست کاری نداریم عزیزان ما با استفاده از این ابزار میتونیم که راست کلیک هم بکنیم اتفاقا اینجا یه سری گزینه‌ای داریم که حالا خدمتتون عرض میکنم میتونیم از این بخش یک کلیک سلکشن و روی گزینه اوکی من میزنم این بخش رو تبدیل کرد به سلکشن حالا چه تفاوتی داره با اون قبلی اگر خاطرتون باشه اون سلکشن های قبلی اون ابزارهای سلکتی که قبلا داشتیم هیچ کدومشون نمیتونست یه کروه به این خوشگلی به ما بده یک قوس به این خوشگلی به ما بده دقیقا یکی از خواست ابزار پن همینه مثلا من اگه بخوام با استفاده از هر کدوم از این ابزارها یک همچین شکلی رو رسم بکنم رسما میشه گفت خیلی اذیت میشم چرا چون که هر کدوم از این ابزارها یه سبت سلکت کردن خاصی رو دارن مثلا مغناطیس و طول خب باید یه چیزی در صحنه باشه میبینید که خیلی تمیز نیست این ها به خاطر همین یکی از خواص این ابزار دقیقا همین هست من کنترل دی میزنم و میام مجدد یک پف جدید رسم میکنم اصطلاحا به این خطوطی که شما ایجاد میکنید اصطلاحا بهش میگن پف دقیقا همین عبارتی که این بالا نوشته شده که من میام رو از این بخش ابتدا رو به انتها میچسبونم و ابزار بعدیش قسمت بعدی که قسمت خیلی مهمیه قسمت ماسک هست مثلا من اگر با استفاده از این ابزار این رو ماسک بکنم این بار میاد برای من وکتور ماسک درست میکنه عزیزان وکتور مسک رو یادتونه کجا ما داشتیم من کنترل زد میزنم مثلا میام اینجا یه چیزی رو رسم میکنم حالا مثلا راست کلیک لیر بیا کات این بخش رو دیلیت میکنم اپت وکتور هم دیلیت شد اب نداره میام و در این بخش مثلا یک همچین شکلی رو من دارم من اگه بخوام مسک بکنم یک حالت مسک معمولی بود خب که میتونیم مثلا با استفاده از این بخش در واقع کار مسک رو انجام بدم یه بخش دیگه ای ما داشتیم به اسم ویکتور مسک ویکتور مسک خیلی بهتر از خود مسک معمولی میتونه باشه چطور؟ من یک بار دیگه رسم میکنم مثلا من میخوام الان این بخشی که سیلکت کردم میخوام مسک بشه میام با استفاده از این ابزار اون رو مسک میکنم و یه باحالی خوبی که این ابزار داره اینه که میتونیم با استفاده از سایر ابزارهایی که داره میتونیم این مسکمون رو مدیریت بکنیم یعنی خیلی دقیقتر و جدیتر روی لایمون مسک ایجاد بکنیم خیلی باحال این قضیه توی پروژه هایی که به دقت خیلی بالایی احتیاج داره این ابزار خیلی خیلی به دردتون میخوره من کنترل زد میزنم اینجا پالتی هم داریم که چند دقیقه دیگه بهش میرسیم من این رو دیلیت میکنم خیلی خوب. میام دوباره یک پف جدید درست میکنم اصطلاحا با استفاده از ابزار پن اینجا عزیزان ما تحت عنوان شیپ حالا این نکته ای وجود داره همیشه سعی کنید که ابتدا رو به انتها بچسبونید که اگر برفرض این کار رو نکنید ممکنه یک سری از جاها به مشکل بر بخورید مثلا من اینجا اگر شیپ درست بکنم ببینیم که ابتدا رو به انتها چسبون اما بعدا این قضیه میتونه توی یه سری از پروژه ها عزیزان به کارتون ضربه بزنه به خاطر همین همیشه سعی کنید ابتدا رو به انتها بچسبونید خیلی خوب من مثلا اینجا به ابتدا ابتدا رو به انتها نچسبوندم یا حتی برعکس انتها رو به ابتدا رو اینجا یه کلیک میکنم میبینید که این علامت اسلشی که روی خود کرسر موسمن هست روی این نقطه یک کلیک میکنم نقطه پایانی و به انتها میچسبونم خیلی خوب قسمت بعدی از آن قسمت شیپ هست مثلا من این پفی که الان درست کردم پام تبدیل بشه به شیپ روشه کلیک میکنم و تبدیل میشه به شیپ اما اینجا یک لایه شیپی رو داریم این بخش بالایی هم بخش مهمی میتونه باشه توی کارتون به چه شکل کار میکنه و دقیقا چه کاری رو انجام میده برای زمانی که شما چند تا شیپ داشته باشید مثلا من این شیپ رو درست کردم روی گزینه شیپ من کلیک میکنم حالا میام یک شیپ جدید درست میکنم وقتی که همین شیپ روی بخش پالت لیر فعاله میام ابتدا رو به انتها میچسبونم الان میخوام که یه سری اتفاقات بیفته مثلا من میخوام که از این شیپ اصلیم این بخش کم بشه خب میتونم با استفاده از بخش سابترکت from شیپ میتونم این کار رو انجام بدم یا مثلا میخوام بین این دوتا لایه انتخاب بشه یعنی اون جایی که نقاط تلاقیشونه انتخاب بشه و این کار انجام بشه اگر برای شما این گزینه ای که این گزینه‌ای که من الان تست کردم فعال نشد با استفاده از ابزار پف سلکشن تول میتونید که اون پف اولی و پف دومی رو انتخاب بکنید و بعدش با استفاده از ابزار پن میتونید که مود اون رو عوض بکنید به خاطر همین شما میتونید که از این بخش هم استفاده بکنید اگر شما چند تا شپ داشتید میتونید خب اونها رو مرتب منظم الاین بکنید اصطلاحا و خب ببینید که یه چیز باحالی هم میتونه درست بشه توی سری از کارهاتون اما عزیزان این بخشی که ما در اینجا داریم که برای بحث برینگ هست اینه که ما وقتی که چند تا شیپ داشته باشیم حالت الاین شدنش به چه شکل باشه من مثلا اونها رو میذارم روی اکسکلود و میام با استفاده از این بخشی که هست یکی از اون شیپ ها رو انتخاب میکنم شیپ جدید داره درست میشه با استفاده از پف سلکشن میام در این بخش اون رو انتخاب میکنم البته من یک بخشش رو آف استریم به قول گفتنی اینجا رو تغییر دادم که الان خدمتتون توضیح میدم میام و با استفاده از پف سلکشن مثلا میخوام که بورینگ اینا برینگ اینا اصطلاحا تغییر بکنه که حالا زمانی این رو شما متوجه میشید که مثلا اون حالتش معلوم باشه یعنی مثلا من وقتی که این رو بیام در واقع برینگش رو بیام جابجا جا بکنم از شکلش میتونید متوجه بشید که در واقع این چه ش... این گزینه ها چه کار انجام میده اما با توجه به این بخش که میاد اون شیپاتون رو کمباین میکنه اصطلاحا یعنی جفت شیپاتون رو یکی میکنه مرج شیپ میکنه که همه شیپتون در واقع میشه یک شیپ با توجه به این بخش ها این بخش برینگ هم متفاوت میشه اما عزیزان بخش بعدی که میخوام خدمتتون توضیح بدم این چرخ دنده ای هست که در این بخش قرار داره ما اگر این شیپ هایی که داریم رو بخوایم به صورت دقیق تر ببینیم سایزش رو میتونیم بزنیم بر روی سایز 3 و میتونیم که حتی اونها رو نازکتر بکنیم که اون اصطلاحا اون پف های ما کوچیک بشه تا اینجا ما یک شمای کلی از ابزارش پن دیدیم عزیزان اما بیایم با هم این بار زیر های این ابزار رو ببینیم برای اینکه شما از زیرمجموعه مجموعه بتونید استفاده کنید اول باید یک پفی درست کرده باشید که خب خیلی بهتره که این سایز اینو بذارم روی همون یک یک خیلی بهتر و خوب میتونه باشه اولین بخش عزیزان فریدوم پن Tool هست که خب چیز باحالیه و یک چیزیه تو مایه های ابزار لسوتول و تول لس و تول میومد همینطوری برای ما سلکشن درست میکردی که به صورت فری هند و با حالت دست باز برای ما میومد این کار رو انجام میدادی که درسته ما با استفاده از خود ابزار فریدوم پنتول هم میتونیم این کار رو انجام بدیم مثلا من کلیک میکنم موسم رو قشنگ میارم و ابتدا رو به انتها میچسبونم البته ابتدا به انتها نچسبید اگر هم نچسبید اب نداره من اینجا میام با استفاده از ابزار پنتول یه کلیک میکنم پنتول نمیدونم چرا هی مثل پنتوس که در واقع قرص نناس هی افتاده روی زبونم میام و ابتدا رو به انتها میچسبونم این ابزار برای کارهای فوری فوتی خیلی میتونه عالی و خوب باشه خب دقیقا همون تنظیمات رو ما در این بخش بالایی هم داریم من میام با استفاده از ابزار پنتول میام و یک بخشی رو انتخاب میکنم ابزار کروچر پنتول ابزار خیلی خوبیه برای زمانی که شما بخواین زل رو نرم بکنید چطور مثلا من میتونم روی این پوینت کلیک بکنم جابجاش بکنم اما میبینید که خیلی اتفاق خاصی نمیافته زمانی اتفاقش رو میتونید ببینید که شما مثلا در این بخشی که دارید میخواین یک حالت خمیده درست بکنید خیلی عالی و خوب این ابزار و وقتی هم که دوبار کلیک بکنید روی این پوینت برای شما یک حالت کرو خیلی نرم و فوق العاده عالی و خوب برای شما درست میکنه یعنی میگم این ابزار ابزار خیلی فوق العاده برای کارهایی که احتیاج به دقت زیادی دارن با استفاده از ابزار curvature, pen تول که خب مثلا من میتونم این کرو بودنه رو به حالت خیلی مختلفی تغییر بدم مثلا من اگه کنترل رو بگیرم خیلی در واقع سختتر کار میکنه شاید بتونم بگم که قدرتش کمتر میشه چیزی که من الان حس میکنم و میتونیم که به سادگی کار رو پیش ببریم اگر هم شما روی این نقاطتون آلتو بگیرید و کلیک بکنید اون حالت تخت بودنه دوباره ایجاد میشه یعنی به خاطر همین شما همیشه کنترل زدی توی این ابزار پن خواهید داشت و خب این خیلی فوق العاده و خوب هست بریم زیر مجموعه های بعدی اد انکر پوینت تول هست شما وقتی که بخواید نقطه اضافه بکنید این نقاط خیلی مهم عزیزان هم مدیریت کردنشون و هم ساختنشون اینا خیلی مهمه که واقعا به جرات میتونم بگم توی کار این قضیه برای شما حاصل میشه دقت کنید این ابزار پن خیلی تمرین میخواد واقعا تمرین میخواد و خب شما اگر بخواید با نرم افزار فتوشاپ کار کنید شک نکنید که یکی از ابزارهای خیلی مهمی که استفاده خواهید کرد ابزار پن هست این رو از من داشته باشید با استفاده از این ابزار من میتونم نقطه تولید بکنم مثلا میام اینجا یک کلیک میکنم یک کلیک میکنم این چکش خیلی خوبن من مثلا این نقطه رو میارم اینجا با استفاده از این چکش میتونم اون حالت خمیدگی رو خودم داشته باشم و خب مثلا من اگر بخوام که فقط این چکش بالایی جابجا بشه آلتو روی کیبورد میگیرم و خیلی ساده فقط همین چکش جابجا میشه و این چکش دومی به این شکل در میاد و خب اگر خواستید که در نهایت دوباره این دوتا چکش ها با هم اتصال پیدا کنن کنترل رو, رو روی کیبوردتون میگیرید و به سادگی میتونید که روی کارتون مدیریت داشته باشید حالا این ابزار رو دیدید این برای اضافه کردن نقطه یا انکر بود انکر پوینت بود ما چیز داریم برای دیلیت کردن همین انکرا مثلا من میخوام این نقطه دیلیت بشه این نقطه هم دیلیت بشه دقت کنید وقتی که شما بخواید نقاط رو هم دیلیت بکنید باید خیلی دقیق کار رو انجام بدید مثلا این نقطه اضافیه میخواین که این نقطه دیلیت بشه ولی خب اون پفی که درست میکنید یک حالت کروی داشته باشه من اگر اینجا یک کلیک بکنم پف من کامل به هم میریزه میبینیم که این چکش رفته بالا این بخش به این شکل شده برای اینکه شما همیشه هوشمندانه کار بکنید وقتی که بخواید یک پفی رو دیلیت یک در واقع انکر پوینت رو دیلیت بکنید یک, یک نقطه اینور یک نقطه اینور و در نهایت اون نقطه‌ای که نمی‌خواید رو دیلیت بکنید این شکلی اون بیس پفی که درست می‌کنید ثابت می‌مونه و خب این خیلی مهم عزیزان میگم این ابزار قلق داره همیشه با آلت و کنترل و شیفت کار بکنید با این ابزار نقاط رو کم و زیاد بکنید و سعی کنید که واقعا این ابزار رو به دقت یاد بگیرید و خب یه نکته هم خدمت رو عرض بکنم اینجا مهمه اگر شما میخواین که پفتون پف درستی باشه هیچ وقت یک بخشش روی اون بخش نباشه این کار رو خراب میکنه عزیزان مثلا من اگر یک شیپی درست بکنم این به این شکل در میاد خب در بعضی موارد کار رو اصلا 180 درجه برعکس خراب میکنه بذارید مثلا من با استفاده از این ابزار پنتول مثلا یک خرابکاری درست بکنم کنترل رو هم میگیرم وقتی که مثلا تو همین ابزار پنتول هستم کنترل رو میگیرم روی این پفم کلیک میکنم میارمش بالا و روی گزینه شیپ میزنم میبینید که شیپتون این شکلی شکل درستی در نمیاد البته من اگر این رو بیارم در این بخش شما اون رو دقیق تر میبینید ببینید یک بخشش اومد روی اون یکی و میبینید که این بخش تو خالی شد به خاطر همین روی مدیریت خود پفهاتون هم دقت ویژه‌ای داشته باشید اما از آن کانورت پوینت تول هست که وقتی من روش یه کلیک بکنم کامل میاد اصطلاحا نقاطم رو کانورت میکنه چطور مثلا من وقتی که جابجاش بکنم این در واقع روش کارش به این شکله مگر یک کلیک بکنم میبینید که نقاط به حالت خیلی زخیمی شد اون حالت قوس و خمیدگی رو نداره اگر یک کلیک بکنم روی این نقطه با استفاده از ابزار چی؟ Convert پوینت تول میتونم که اون حالت کرو بودن رو به کار بدم کنترل رو هم روی کیبورد میگیرم در واقع برای اینکه این, این جفت چکش ها به هم لینک بشه شما باید کنترل رو بگیرید خلاصه که شما وقتی که کنترل رو روی کیبورد بگیرید میتونید که این دوتا تا چکش رو هم به صورت دقیق و اصولی جابجا جا بکنید و اما از آن حالا یه سوال آیا این ابزار پن قابلیتی داره که مثلا مثل این مغناطیس لحظه طول بود که دور لایه رو خیلی خوشگل و خوب انتخاب میکرد آیا این ابزار یک همچین چیزی رو داره اصطلاحا اوتو تریس داره بله من اسپویل کردم اوتو تریس شما در قسمت پریفنسز جنرال در بخش کدوم بود بیایم پایین از پایین شروع بکنیم پریویو دقیقا همین بخش پریویو اینیبل کانتنت ایور تریسینگ تول وقتی شما این ابزار رو فعال کنید روی گزینه اوکی من میزنم من پایین داره؟ نه اینجا نداره چرا؟ چون که باید یه دور فوتوشاپ رو ببندیم باز بکنیم تا این ابزار برای ما فعال بشه اگر هم شما دارید این کار رو انجام میدید این فیلم رو استوب کنید در همینجا یه لحظه فوتوشاپتون رو ببندید و باز بکنید اما خب فوتوشاپ و بستیم و باز کردیم حالا وقتی که زیر مجموعه ابزار پن رو باز کنیم ما یه چیز داریم تحت عنوان Content Aware Tracing Tool. که ما با استفاده از این ابزار میتونیم کارهای خیلی باحالی بکنیم من یه عکس وارد فتوشاپ میکنم تا کارش رو روی اون عکس خدمتون توضیح بدم چون اینجا ما در این بخش سفید هیچ دیتیل و جزئیاتی رو نداریم یه عکس باز میکنم این عکسی است که من میخوام روی این عکس خدمتون توضیحات رو عرض بکنم ببینید وقتی که شما بخواین یک عکسی رو دورش رو با استفاده از ابزار پن انتخاب بکنید این ابزار خیلی به کارتون میاد من میام با استفاده از این ابزار یک کلیک میکنم قشنگ میاد دور لایم رو انتخاب میکنه خیلی عالیه و بعد مثلا با استفاده از این بخش به علاوه ای که وجود داره میتونم که به کارم اضافه بکنم البته هر چند ببینید که یه سری از این بخش ها رو اشتباهی به هم وصل میکنه و خب احتیاج به اصلاح کردن شما داره اما همونطور که عرض کردم برای کارهایی که جزئیات خیلی زیادی دارن این ابزار خیلی میتونه کارتون رو سریعتر پیش ببره الان مثلا اگر هم خواستم کم بکنم میتونم با استفاده از این ابزار یک کلیک بکنم و میاد اون تیف رو کامل و خوب اون انتخابش رو کم میکنه حالا ترسینگش رو چه حالتی باشه روی مثلا جزئیات بالا باشه روی رو رو سیمپلیفاید باشه خیلی ساده و روون باشه مثلا من روی دیتیل که با دیتیل خیلی بالا این کار رو برای من انجام بده روی حالت به علاوه هم میذارم و این بار با دیتیل خیلی بالاتری برای من کار رو انجام میده حالا دیتیل ما چقدر زیاده من وقتی که این بخش رو زیادتر بکنم دیتیل رو میاد حتی روی خود این بخش ها هم اضافه میکنه به خاطر همین روی بخش دیتیل شما دقت ویژه‌ای داشته باشید و خب میبینید با یک کلیک کردن میاد ابتدا رو هم به انتها وصل میکنه این قسمتی هم که شما میدونید الان فتوشاپ برای من این شکلی شده یک باگیه که برای من وجود داره اگر شما ورژن های بالاتر یا حتی پایین تر رو داشته باشید ممکنه که این قضیه برای شما خیلی فیکس شده تر باشه و خب میبینید با کلیک کردن نزدیک این ابزار و فعال کردن این گزینه به علاوه که بیاد اضافه کنه به اجهای ما میتونیم که دور لایمون رو انتخاب بکنیم حتی میشه گفت ساده تر از خود ابزار مغناطیس لس و طول به خاطر همین این ابزار خیلی ابزار خوبی هست اما مسئله اینه که از این ابزار ای هوش مصنوعیه از طرفی ممکنه هم بیشتر از از جی پی تون در واقع بکشه و از طرفی حتی ممکنه واسه هنگ, کردن سیستمتون بشه اما دونستن این که یک همچین ابزاری وجود داره برای کار شما فوق العاده عالی و خوب هست این یک کلیتی بود از ابزار پن کار کردش، یعنی روش کار کردن خودش در واقع اینطوری بهتره بگم که روش کار کردن باهاش اما کارکرد اون چیه الان میخوام خدمتون توضیح بدم من این پفی که انتخاب درست کردم رو میام در پالت پف اگر هم برای شما بسته است میتونید بیاین در این بخش پالت پف اون رو انتخاب بکنید و دیلیت رو بزنید اما بیایم سراغ یه سری از تنظیمات تایزان مثلا من با استفاده از ابزار پن میخوام که در واقع یک بخش رو رسم بکنم همونطور که عرض کردم شما میتونید از این بخش رنگ خود کار رو عوض بکنید مثلا من میذارم روی گرین که این رنگ عوض کردن اتفاق خوبه همیشه خاکستری مطلق به درد نمیخوره همیشه سیاه مطلق به درد نمیخوره بعضی وقات لازمه که پف تو رنگش عوض بشه میتونید از این بخش کار بکنید یا یعنی اینکه مثلا بیان در بخش فایل پرفرنسز و در این بخش و رنگ پفتون رو میتونید از این بخش تغییر بدید مثلا من میذارم روی لایت رد قرمز روشن سایزش چقدر باشه 3 پیکسل در همون تنظیماتی که ما در همون بخش داشتیم یا خب من روی دیفالت و روی گزینه اوکی کلیک میکنم اما عزیزان مسئله ای که وجود داره اینه که ما با استفاده از این ابزار الان میخوایم بریم سراغ کارکردش ها بریم سراغ کارکرد فوق ما با استفاده از این ابزار عزیزان یکی از کارهای خیلی بحالیمون که میتونیم انجام بدیم اینه که شیپ درست بکنیم یعنی چی؟ خب ما که الان اینجا یه دونه شیپ درست کردیم دیگه نه من منظورم کاستوم شیپ عزیزان در این بخش اگه خاطرتون باشه ما یه سری کاستوم شیپ هایی داشتیم مثلا فلاور یا مثلا در اون بخشی که مربوط جلسه ای که مربوط به شیپ بود همین جلسه پیش ما میومدیم مثلا از شیپ مذهبی استفاده میکردیم ما اگر بخوایم شیپ درست بکنیم باید چی کار بکنیم خیلی ساده و خوب خیلی روشش باحاله به خاطر همین میخوام روی یک خوشنویسی خدمتون این قضیه رو نشون بدم و اما عزیزان به عنوان مثال ما این خوشنویسی رو میخوایم تبدیل بکنیم به شیپ مثلا میخوایم پک شیپ مذهبی درست بکنیم من ابتدا میام این خوشنویسی که دارم رو باز از ابزار خودم کراپ سایزش رو بزرگ میکنم آلتوشیف روی کیبورد میگیرم رنگم رو هم روی سیاه سفید اگر شما این گزینه دیلیت کراپ پیکسل رو وردارید این بالا برای شما پی... در واقع ترانسپرنت میشه اما من نمیخوام ترانسپرنت بشه روی این گزینه اوکی میکنم میخوایم به عنوان مثال یک شیپ درست بکنیم آیا این ابزار پن به درد میخوره بله دقیقا ابزار پن همینجا به درد میخوره من میام ابتدا این بخش سفید رو پاک میکنم این تیکه کانتینیوز دارم تا همه بخش رو برای من پاک بکنه مرحله اول برای این کار اینه که ما دور این لایه رو انتخاب بکنیم قبلا هم با هم کار کرده بودیم این تکنیک رو اگر خاطرتون باشه من هم میخوام دور خود این لایه خوشنویسی که دارم رو میخوام انتخاب بکنم میتونم با استفاده از این ابزار در واقع وند ونتول این کار رو انجام بدم یا اینکه کنترل رو روی کیبورد بگیرم روی صفحه پریویو که در پنجره لیرز دارم یک کلیک بکنم تا دور لایم رو هر جایی که در صحنه باشه انتخاب بکنه خیلی خوب اینجا رو تا الان با هم همراه بودیم راست کلیک میکنم دقیقا همون بخشی که در جلسات قبلی داشتیم میک ورک پف روش کلیک میکنم تولرنس دقت اون چقدر باشه آیا دقتش خیلی زیاد باشه مثلا من میذارم روی ده این خیلی میشه گفت بی دقته اگر شما بخواید دقتش بالاتر باشه میتونید که در واقع اون رو بذارید روی پنجدهم اما پنجدهم هم بهتون پیشنهاد نمیکنم چون که این بخش ها میبینید تیکه تیکه میشه شما روی همون عدد دو بذارید معمولا چیز خوبی رو به شما تحویل میده روی دو میذارم چیز خیلی نرمال و خوبیه اگر شیپی که میخواین درست بکنه در این مرحله احتیاج به تمیزکاری داره تمیزکاریش رو انجام بدید مثلا من با استفاده از ابزار کروشر پنتول مثلا میخوام که اینجاها نرم بشه دوباره روی این پوینتا ها کلیک میکنم و البته اینجا چون خیلی کار داره من نمیخوام کامل انجام بدم ولی مثلا شما میخواین که روی شیپتون کار بکنید روی این در واقع پفی که الان اینجا درست شد حتی اگه خاموشش هم بکنید ما چون اینجا در پالت پف کار داریم میتونید که این رو ببینید من میام تیکنسش رو هم بیشتر میکنم تا کامل معلوم باشه مثلا من میخوام این رو تبدیلش بکنم به شیپ خیلی هم عالی اتفاقا راست کلیک میکنیم عزیزان و در این بخش ما دیفاین شیپ رو داریم وقتی که من روش کلیک بکنم میگه شیپ جدید میخوای درست بکنی میگم بله مثلا اسمشو میذارم عدد یک و محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم روی اوکی من کلیک میکنم خب چه اتفاقی افتاد الان اگر من بیام در بخش کاستوم شیپ وقتی که این پوشه رو ببندم اینجا یه شیپ جدید داریم عزیزان کلیک میکنم میکشمش و میبینیم که بله شیپ ما عزیزان درست شد و ما اینجا الان یک شیپ خیلی عالی و خوب داریم نکتهش به چی بود نکتهش به این بود که اول ما باید لایمون رو انتخاب میکردیم کنترل کلیک و بعدش اون رو تبدیل به پف میکردیم یعنی این نقاطی که الان ما اینجا سلکشن داریم اینها رو ما باید تبدیل به پف می کردیم تا بعد از اون با استفاده از ابزار پنتول کارش رو پیش ببریم من دوباره انجام میدم روی عدد دو و با استفاده از ابزار پنتول راست کلیک و پنتول راست کلیک و دیفاین شیپ رو میزنم اینجا الان شیپ من درست میشه این هم یکی از کارکردهای ابزار پن هست حالا یا این ابزار فقط به همینجا محدود میشه؟ نه، صد درصد نه. ما در یک سری از همین پلاگین هایی که در یک سری از فیلتر هایی که در واقع در فتوشاپ داریم این ابزار پن و اون پفی که درست میکنیم هم کاربرد داره که حالا ان جلوتر در جلسات بعدی وقتی که ما وارد بخش فیلتر بشیم خدمتون یه سری از ها رو توضیح میدم اونجا پف درست میکنیم و بهتون توضیح میدم که چی به چیه کاری نداریم اما در ادامه من میام اینجا یک شیپی درست میکنم یک پفی اصطلاحا درست میکنم و بعد میایم سراغ این دو تا ابزار ایزان این دو تا ابزار ابزارهای خیلی کاربردی ان که اگه خاطرتون باشه در جلسه شیپ هم خیلی کاربرد داشت ما با استفاده از ابزار اولی که پف سلکشن تول هست میتونیم که پف هامون رو کامل جابجا بکنیم که این خیلی عالیه و خیلی هم مهمه اتفاقا از طرفی اگر بخوایم نقاط رو جابجا جا بکنیم میتونیم که با استفاده از این ابزار دوبار کلیک کنیم روی این نقطه و مثلا من میخوام این نقطه یه کوچولو بیاد بالاتر اگر بخوام خیلی روش کار بکنم خب با استفاده از این زیر مجموعه باید این کار رو انجام بدم اما اگر کارتون ساده تره میتونید با استفاده از ابزار دایرکت سلکشن تول میتونید که پف رو در واقع بهتر بگم نقاطتون رو مدیریت بکنید حالا مثلا من این نقطه رو انتخاب کردم انتخاب شیفت یک کلیک و این نقطه رو میارم پایین میبینید که نقاطمون هم به این شکل ما میتونیم انتخاب بکنیم و اما از زانیه ای که بعد از ضبط این رو در واقع به خاطر اومد که خدمتتون عرض کنم شما میتونید از همین دو تا ابزار برای مدیریت پف هاتون که میخواین استفاده کنید میتونید به حالت ترانسفورم هم ببری بشون چطور ما تو حالت ترانسفورم لایه رو بزرگ کوچیک میکردیم دیگه درسته وقتی هم که ما چه از ابزار دایرکت سلکشن تول استفاده کنیم دایرکت سلکت تول سلکشن تول یا مثلا از دایرکت پف تول استفاده بکنیم هم در این دو تا حالت ما میتونیم خیلی ساده و خوب با زدن کلید کنترل تی در واقع اول اون چیزی که میخوایم رو انتخاب بکنیم حالا چه پوینته چه خود پفمون میتونیم با زدن کلید کنترل تی اون رو به حالت ترانسفورم ببریم و کار ترانسفورم پف هامون رو هم انجام بدیم اما عزیزان این پالت پف به چه کار ما میاد ما در این پالت پف عزیزان میتونیم که پف هامون رو مدیریت بکنیم چطور مثلا من الان یک پفی اینجا درست کردم میخوام این همینجا بمونه خیلی نکته مهمیه شما اگر بخواین که مثلا کار بکنید مثلا من اینجا یک لایه جدید درست میکنم یه ذره مشکی توش میزنم اگر روی گزینه دیلیت کیبورد بزنم اول این پفه دیلیت میشه نکته مهمیه برای اینکه شما بتونید روی پف هاتون مدیریت خوبی هم داشته باشید باید در پالت پف به اون دقت بکنید چطور مثلا اگر شما میخواین که این پفتون همینجا بمونه و بعدش میخوای ادامه کارتون رو انجام بدید یه کلیک بیرون میکنید که این پفتون دیسلکت بشه و بعدا میتونید که روی کارتون کار بکنید من مثلا دیلیت کردم این لایه رو به خاطر همین این پف خیلی گزینه مهمه پالت پف حالا مثلا من میخوام که چند تا پف داشته باشم مثلا میخوام این یکی همینجا بمونه یک پف جدید در این بخش درست میکنم میام مثلا این بار این رو به این شکل ابتدا به انتها می اینجا یک پف جدید درست شد. میخوام تبدیلش کنم به سلکشن. یه کلیک میکنم سری تبدیلش میکنه به سلکشن و خودش هم دی میشه. خیلی گزینه خوبیه. یا مثلا گزینهای پایینیش رو بیان با هم ببینیم. گزینه بعدیش که الان برای ما غیر فعاله میبینید که یه سری از این گزینه‌ها غیر فعاله. چرا؟ چون که ما باید یک لایه انتخاب بکنیم. من این لایه رو دیلیت میکنم. البته این لایه رو میگیرم از این پایین میکشم و دیلیت میکنم. من این لایه رو انتخاب میکنم میام در بخش پف و مثلا میخوام که یک استروکی با براش به هم بده یعنی چی مثلا من میام یک لایه جدید درست میکنم وقتی که یک کلیک بکنم اون براشی که انتخاب کرده باشید رو میاد در این بخش روی پف هاتون اعمال میکنه آیا این راه دیگه هم داره میتونیم بقیه ابزارا رو هم روی این پف اعمال بکنیم بله مثلا من میام روی این بخش کلیک میکنم این بخش چی کار میکنه میاد با استفاده از رنگ رویمون فورگراندمون میاد و یک حالت شیپی برای ما درست میکنه که البته بهتر بگم شیپ نیست چرا چون که میبینید که این تیک شیپ روش فعال نیست میاد و یک لایه خالی برای من درست میکنه و اون در واقع داخلش رو برای من با استفاده از رنگ فورگراندم پر میکنه یا مثلا گزینه بعدیش که دقیقا گزینه خیلی باحالی بود اگه خاطرتون باشه همین چند دقیقه پیش که میخواستیم یه دونه شیپ درست بکنیم من مثلا وقتی که یه دونه سلکشن داشته باشم یه داشته باشم میتونم با استفاده از این بخش میک ورک پث این کار رو انجام بدم یا مثلا بیام در این بخش و رینگ گزینه من بزنم که این سلکشن هم تبدیل به پف بشه به همین سادگی پس این هم از این بخش که در نهایت این بخشی که اینجا وجود داره همون بخش لیر مسک هست که میاد برای شما این پفی که دارید رو تبدیل به مسک میکنه وکتور مسک نه وکتور مسک رو اگه خاطرتون باشه به چه شکلی بود نه وکتور مسک نمیکنه که ما میادیم در این بخش و در واقع وکتور مسک میکردیم میاد و در نهایت فایلتون رو تبدیل به یک وکتور میکنه در واقع تبدیل به یک مسک میکنه و در این بخش میبینیم که اینجا با از این ابتدا رو به انتها چسبوندنه بهتون گفتم خیلی مهمه میاد و اینجا رو به هم وصل میکنه خلاصه که این از روش کار کردن با پالت پف هست خیلی مهمه برای اینکه شما بتونید پف هاتون رو روش یک مدیریت ویژه داشته باشید و اما عزیزان تو جلسه قبلی اگه خاطرتون باشه ما اینجا میادیم در این بخش شیپ در این بخش ابتدای حالت پف رو داشتیم اینجا عزیزان دقیقا میشه گفت اون حالت پف برای ما اینجا وجود داره و یه دونه پف درست میکنه که این پفه رو اتفاقا ما میتونیم با استفاده از پالت پراپرتیز میتونیم که روی اون یک مدیریتی هم داشته باشیم مثلا من میتونم به اون پفه یک فدری بدم این پف دقیقا از آن هر جا که دیدید بدونید که با ابزار پن جوره و اتفاقا خیلی هم خوب میتونید استفاده بکنید و خب مثلا من اگر خواستم این پف رو مدیریت بکنم میتونم از این حالت مسکش سویچ کنم روی حالت شیپ پراپرتیز و این پفی که دارم رو در نهایت روی راوندنس اون یک مدیریتی داشته باشم که دوباره میم توی بخش پف فایندر و جلسات پیش و خلاصه اون کارهای باحالی که در جلسات پیش خدمتون ارز کردم اما الان الان به نظر من زمان زمان خوبیه که ما بیایم بریم سراغ این که ببینیم گزینه های خود ابزار پن وقتی که راست کلیک بکنیم به چه شکلی است. و در نهایت ببینید که این حالت پفی که درست کردیم این پفی که درست کردیم تبدیل شد به یک وکتور مسک یعنی شما اگر خواستید که این پفتون تبدیل بشه به یک وکتور مسک میتونید که با استفاده از همین بخش پف کار رو پیش ببرید کاری نداریم دیلیت میکنیم رد میشیم که در واقع رد شده باشیم من مجدد میام دیلیت میکنم اما مثلا من میام اینجا با استفاده از ابزار پن اینجا یک بخشی رو رسم میکنم راست کلیک میکنم عزیزان من میتونم یک لایه رو وکتور ماسک بکنم میبینید که تبدیل شد به یک وکتور ماسک و این وکتور ماسک کاری که برای ما انجام میده اینه که ما ماسکی داریم که با استفاده از پف و فوق العاده عالیه مثلا من میام با استفاده از این ابزار به علاوه کپیتال اینجا الان غیر میاد من میام روی دایرکت سلکشن تول یک کلیک میکنم و میتونم که پف خودم رو در حالت وکتور ماسک جابجا بکنم من کنترل زد میزنم که برگرده راست کلیک میکنم مجدد دلیت پف رو داریم که در نهایت میتونیم در واقع پف اون رو دلیت میکنیم اد انکر پوینت داریم که اینجا مثلا میاد برای ما یک انکر پوینتی درست میکنه هر که مثلا شما کلیک بکنید راست کلیک بکنید راست کلیک کنید و در نهایت روی گزینه در واقع مجدد بیارم روش راست کلیک میکنم اد انکر پوینت توش که شما بزنید اد انکر پوینت برای شما این نقطه رو درست میکنه راست کلیک دیلیت انکر پوینت و دیلیت انکر پوینت و دیلیت انکر پوینت مجدد راست کلیک میکنم دیفاین کاستم shape رو داریم که دقیقا همون بخشی بود که تبدیل به shape میکرد کار ما رو میام در این بخش میک selection داریم آقا مثلا همین پفی که ما داریم تبدیل به سلکشن بشه مجدد راست کلیک میکنم نیو گاید فرام shape داریم که اینجا الان غیر فعال خیلی هم بهتر کاری بهش نداریم فیل پف رو داریم از زان وقتی من روش کلیک بکنم روی گزینه اوکی بزنم میاد رنگ همین ابتدایی رو میندازه اینجا یعنی میشه گفت رسما یک لایه درست میکنه لایه هم در واقع, در واقع درست نمیکنه لایه رو اگر انتخاب کرده باشید خیلی مهمه که این گزینه ها اگر بخوایم فعال بشه در واقع باید یک لایه رو انتخاب کرده باشید مثلا من میام روی فیل پف که بزنم باز فاز رنگ فورگراند بکگراند 50 درصد خاکستری سفید و باز فاز بلند مود ها و غیره و غیره میاد برای شما این کار رو انجام میده استروک پف رو داریم عزیزان این استروک پف دقیقا همون بخشی بود که ما در این بخش پف و در این بخش پایینی عزیزان ما داشتیم که میواد مثلا براشمون رو روی یک لایه میزد اما اینجا عزیزان ما یک کار خیلی مهمی میتونیم انجام بدیم چطور من میام یک لایه خالی که درست کردم انتخابش هم میکنم میام این بار یک براش انتخاب میکنم خب یک براش این شکلی با یک زخامت زیاد روی خود پفم هم میارم که بفهمم در نهایت قرار این پف من چه کاری رو انجام بده چه سایز براشی رو بزنه راست کلیک میکنم با استفاده از خود ابزار پنتول راست کلیک و در بخش استروک پف ما در بخش استروک پف عزیزان میتونیم تعیین بکنیم که روی این پف ما چه کاری انجام بشه مثلا من روی این پف هم میخوام که براش زده بشه خب خیلی هم عالی میام از این بخش براش رو انتخاب میکنم روی گزینه اوکی میزنم میاد برای من براش میزنه حالا میخوام که باز از ابزار پاک کن پاک بشه میام این بار کوچولوش میکنم میخوام که کوچولو روی این پف من دیلیت بشه میام باز از ابزار پنتول راست کلیک و استروک پف و این بار میزنم روی اریزر و روی گزینه اوکی میزنم الان ما دورش رو برای ما دیلیت کرد من میام بیرون این پف رو دیسلکت میکنم میبینیم که به این شکل خیلی قشنگ و خوب در اومد اما عزیزان یه سری گذینه های دیگه هست که همونطور که میبینید غیر فعاله و خب ترجیح میدم که خیلی وارد جزئیاتشون نشیم به این علت که اصل کار رو خود همین بخش استروک پف برای ما تشکیل میداد و اهمیت داره ولی خب این بخش فری ترانسفورم پف هم میتونیم که پف هامون رو ترانسفورم بکنیم مثلا من پف هم رو میام ورپش میکنم و میتونم که پفم رو در واقع به این شکل در بیارم همونطور که ملاحظه میکنید سر روی گزینه اوکی بزنم و مجدد کارم رو پیش ببرم خلاصه که این بود از بخش های کلی ابزار پن اما از همونطور که گفتم حرفه یا ابزار پن رو برای چی استفاده میکنن؟ برای بحث انتخاب دور لایه مثلا شما وقتی که بخواین دور یک لایه رو با دقت خیلی بالا بخواین کار بکنید و انتخاب بکنید میایم با استفاده از همین پف ها و ابزار پن این کار رو انجام میدید و کارتون رو پیش ببرید یکی از کارهای باحالی که من خیلی قبلا انجام داده بودم در واقع دو بارم فکر کنم تا حالا انجام دادم اینه که یک سفارشی بود که باید می یک لوگوی قدیمی رو بازسازی می یک لوگوی قدیمی رو خب این وسط بهترین ابزاری که وجود داره اینه که ما از ابزار پن استفاده کنیم بهترین رایی که وجود داره استفاده از ابزار پنه و خب من با استفاده از ابزار پن اومدم دور خود اون لوگو رو دقیق انتخاب کردم چون لوگو هم حالا لوگوی به قول گفتنی قرص و محکمی بود دورش رو کامل خوب انتخاب کردم و در نهایت اون رو با کیفیتش کردم تبدیلش کردم به یه شیپ فرستادم خیلی هم اتفاقا کلاس کار رو میبره بالا اگر یک همچین پروژه‌ای به شما خورد شیپ فتوشاپش رو هم تحویل بدید اونم کلاس خیلی خوبی داره شیپ هم که دیگه خب کاری نداره دیگه میان در این بخش راست کلیک میکنید و اکسپورت شیپس ا... اکسپورت شیپ رو کلیک میکنید حالا مثلا اگه چند تا شیپ هم بود خب شیفت رو میگیرید و شیپ های بقیه رو هم انتخاب میکنید دیگه شیپ که وقتی بزنید میتونید که شیپتون رو با فرمت CSH خروجی بگیرید اما از آن مجدد تکرار میکنم ابزار پن ابزار فوق العاده مهمیه فوق العاده مهمیه و این وسط تمرین شما این باشه که بتونید دور یک تصویر رو با استفاده از ابزار پن و با استفاده از چکش هایی که اینجا برای شما وجود داره بتونید دور یک ابزار یا دور یک جسمی رو در واقع انتخاب بکنید ایشالا که از این ویدیو هم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه بقیه ویدیوها رو هم از دست ندید